سلام سهشنبه 24 آذر 88 15 دسامبر 2009 میلادی امروز در مورد چهار موضوع صحبت میکنیم موضوع اول که از بحث روز گذشتمون مونده بود بولتن محرمانه معاونت فرهنگی ستاد نیروهای مسلحه که یک گزارشی رو توش مطرح کرده که خلاصش من سه نکته به نظرم جالب بود در این گزارش نکته اول این که خودشون از کردن و گله کردن از اینکه اطلاعات درونیشون به بیرون درز میکنه یعنی بنابراین کسانی در محرم جاهای حکومت با جنبش سبز هستند و گله کردن از اینکه پاره ای مدیران اطلاعاتی و امنیتی کشورم در صفوف جنبش سبز دیده میشن و در بین راحل هایی که به عقل نوابقی که این جزوه رو نوشتن هم رسیده دو نکته به نظر من خیلی جالبه یکی اینکه که گفتن ما باید از فیلم برداری و اکس برداری جلوگیری کنیم که بعد بهشون گفت بفرمایید برید بکنید و نکته دوم هم این که گفتن که ما باید بصیرت مردم رو بالا ببریم که این یعنی اینکه که بیشتر فوش بدن به مخالفین و متهم کنن به وابستگی به خارجی و اجنبی و بیگانه و این تئوری های توتعه عجیب غریبی که هزاران هزار بار تکرار کردند و هر مخالفی رو مارک زدن و انگ زدن و متهم کردن و اینکه در واقع حرف هایی رو که خودشون دارن و بیشتر تکرار کنن و به نظر من خوب است که دستندرکاران این حکومت هرچه بیشتر مواضع فکری خرافات و جهلی رو که به نام دین اشاعه میدن هر چه بیشتر اشاعه بدن اون گسل بین علم و جهل عمیقتر میشه و ریزش مردم و پیوستنشون به جنبش سبز تشدید خواهد شد امیدواریم که این نکته ای که آقایون میخوان بصیرت رو بالا ببرن تبلیغ هرچه بیشتر مبانی فکریشون باشه چون شتاب جنبش رو مطمئنن بیشتر خواهد نکته دومی که میخواستم بگم خبری بود که داشتیم که بعد از 13 آبان که در چند نقطه تهران اکسای آقای خامنه ای رو پایین آوردن و فیلمش هم پخش شد که گذاشتن از روش رژه رفتن بچه ها در خیابون ایشون به جد در دستور گذاشته بوده به خصوص از سپاه خواسته بوده که مراسم بگذارن راهپیمایی بگذارن توهین به رهبری و ولایت فقیه شده بگذارند و یک حرکت مردمی درست کنن برای خودش منتها چون دیدن که هیچ جذابیتی نداره دست به کار این داستان عکس امام شدن و این بساتی که راه انداختن بلکه بتوانند با مطرح کردن عکس امام طرفدارایی رو جذب کنند که روز جمعه گذشته بعد از نماز جمعه ها در سطح کشور دیدیم که این حنا هم رنگی نداشت حال مراسم دیروز بچه های دانشگاه تهران هم برگزار شد و در اونجا به شدت اینجور حرفا و این توته ها رو افشا کردند. من فقط یک نکته رو میخواستم عرض بکنم و اون این است که به حال ممکن است بعضی ها مثل آیت الله منتظری آنچنان که در خاطراتش ایشون نوشته مطرح بکنند یا پافشاری کنند بر اینکه آقای خمینی دستور کشتار سال 67 رو داده بنابراین در اونجایشون مقصره و باید پاسخگو باشه در پیشگاه ملت ایران بعضی ها ممکن است نسبت به آقای خمینی چون این عقیده رو نداشته باشند و حسن زن بیشتری داشته باشند موافق مخالف نکته ای که میخواستم بگم این است که اصلا این حرف ها مهم نیست باید هوشیار باشیم که آقای خمینی به گذشته تعلق داره جنبش نگاهش رو به جلوه و یک وقت از این زاویه کودتاچی ها نخواند استفاده بکنند و در صفوف جنبش اختلاف ایجاد کنند هر کس هر نظری نسبت به گذشته با هر موضعی که داشته باشه نسبت به هر موضوعی از جمله آقای خمینی یک اصل رو همه برش متفقن اون است که آقای خامنه ای قاتله ولایتش باطله و ایشون در پشت دولت کودتایی ایستاده و باید که به عنوان آمر در کنار عاملین جنایاتی که در این شیش ماه اتفاق افتاده محاکمه بشه بنابراین هیچ هرکس هر عقیده ای هم داره یاد گرفتیم که در کنار همدیگه بیستیم با عقاید مختلف و اختلافات عقیدتیمون رو به رسمیت بشناسیم با صندوق رأی هم بین خودمون اختلافاتمون حل خواهد کرد من این رو از این جهت از میکنم که دیدم بعضی ها موافق و مخالف صحبت میکنن به هر صورت مسئله ما اصلا آقای خمینی نیست مسئله ما آقای خامنه است که میخواد فرافکنی کنه و فشار از رو خودش برداره آقای خامنه ای باید پاسخگوی جنایاتی باشه که در این شیش ماه اتفاق افته افتاده و باید پاسخگوی پشتیبانیش از دولت کودتایی احمدی نژاد باشه و تمام خساراتی که این کودتا و دولت دستشونده ایشون و سپاه به کشور زده و به ملت ایران زده اما برای نگاه رو به جلوی ما نکته سومی که میخواستم بگم مسئله حرکت بچه ها در دانشگاه آزاد شاهروده که در تریبون آزاد منجر شد به اینکه برخورد شده و چند نفرشون دستگیر شدن و حرکت بچه ها در دانشگاه امام خمینی غزوینه که اعتصاب غذا هم کردن فیلم و عکس هم دارن که حالا نمیرسیم دیگه نشون بدیم و این تم واحد در همه دانشگاه ها داره دنبال میشه که دوستان دانشجویی که زندانن باید آزاد بشن و دانشگاه ها کلاس ها رو هم تحریم میکنن و اجازه نمیدن که دوستانشون در زندان باشن یا متجاوزینی به حریم دانشگاه تجاوز کنن اما بحث اصلی که باید بهش نگاه کنیم مسئله دهه محرمه به دنبال درخواستی هم که آقایان موسوی و کروبی به درستی کردن از اینکه اگر اجازه اگر راست میگید اجازه بدید ما راهپیمایی داشته باشیم یعنی قدرت جنبش سبز رو بتونیم سلحامیز نشون بدیم وارد داریم نزدیک میشیم به دهه محرم من از مجموع حرف هایی که مطرح شده این هفت محور رو فکر میکنم میتونم استخراج بکنم به عنوان محور های مراسم محرم از مجموع صحبت هایی که دوستانمون مطرح کردن محور اول این است که از شب اول محرم تا آشورا هر شب الله اکبر روی بام ها یا در خیابون ها اگر دنبال دسته هستیم سر ساعت ده شب خواهیم داشت و این صدای یک پارچه ی الله اکبر که در شب 16 آذر نشون داد در تمام کشور جاری میشه بهترین پاسخی است که به کسانی که این روزا فحش و فضیحت و تهمت میزنن و یا مثل خدای خامنه ای که تهدید میکنه میشه داد بنابراین الله اکبر از شب اول محرم تا آشورا محور اول محور دوم شعارهایی که تا الان من دیدم به عنوان مفهومی عرض میکنم مطرح شده یا حسین میر حسین عبال علمدار، کروبی رو نگه دار و خامنه ای یزید یزید کارش تمومه به اضافه یک شعارهای دیگه که طبیعتا داره ساخته میشه و در ابتکارات بچه ها به حرکت اومده و گاهی هم مشابه سازی هایی که دارن میکنن با شخصیت های کربلا و واقع آشورا که من حالا بعدا روزهای بعد باز راجع به اینم صحبت میکنم محور سوم پرچم سبز یا حسین پرچم امام حسینی در واقع میتواند علامت خیلی خوبی باشه که تمام جنبش سبز میتونن حرکت بدن که یا حسین روش در واقع ما رو نشون میده که عزاداری امام حسین رو میکنیم ولی به جنبش سبز هم پایبندیم به نشانه این که حرکت جنبش سبز حرکتی است در راستای احقاق حق و نشانه های دیگر جنبش که در تمام هشت شب اول در تکایا در دسته ها در طول ده شب میتونه گفته بشه یا نشون داده بشه محور چهارم سفر آقایان موسوی کروبی خاتمی و دیگران به تبریز مشهد شیراز و سایر شهرهاست که از این شهرها دعوت شروع شده که آقای موسوی به تبریز برن آقای کروبی به مشهد برن آقای خاتمی به شیراز برن دیگران را هم دعوت کن به شهرهای دیگه برن به هر حال به نظرم این حرکت مثبتی میتونه باشه در طول این دهه اول محور پنجم راهپیمایی بزرگ در روزهای تاسوعا و آشوراست در تهران که تمام دسته ها و ازاداران در تهران به یک محور بیان و در شهرستان هم هر شهری به یک محور که مسیرها رو به, به تدریج نهایی میشه و اعلام میشه در روزهای بعد محور شیشم این است که به این روش ما نشون خواهیم داد به دنیا که اکثریت مطلق ملت میلیونی چگونه با آقای خامنه ای و حکومتش مخالفن دنیا هم میفهمه و محور آخر این است که سپاه و ارتش و نیروهای مسلح در این و به صلاح ده روز انتهاش باید در واقع حاصل کار ما با این باشه که این عزیزان کشور به جنبش سبز بپیونده آنچنان که در ارتش شروع شده در سپاه هم شروع شده تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران ایرانی